برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. بناهای آباد گردد خراب ز باران و از تابش آفتاب، پی افکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن. کامبیز هستم و افتخار این رو دارم که دیگر بار میهمان چشم و گوش شما نازنینان باشم. اجازه بفرمایید تا نخست، چون همیشه سپاسگزار باشم از دوست و سرور عزیزم جناب آقای سعید بهبهانی که لطف و مهر بیکرانشون شامل حال بنده شد و این افتخار و فرصت رو برای این مخلص فراهم کردند. باری یاران و گرامیان، چنان که می دانید به روخانی کتاب مستطاب شاهنامه حکیم طوس نشسته ایم و چندی است که داستان هفت خان رستم را با هم پی می گیریم. در داستان هفت خان خواندیم که تهمتن به جهت رهایی کاووس شاه و ایرانیان که به چنگال دیو سپید اسیر و نابینا شده بودند، قدم در راه پرمخاطره هفت خان نهاد. به تنها تن خیش سوار بر رخش، غرق در آهن و پولاد، در خان اول به کمک رخش بر شیر غلبه کرد، در خان دوم از بیابان گرم و خشک و بیاب و علفی عبور کرد، خان سوم نبرد با اژدها، خان چهارم رهایی یافتن از زن جادو، خان پنجم اسیر ساختن رستم اولاد را که از اینجا به بعد این اولاد بلد راه پهلوان می شود، در خان ششم کشتن ارژنگ دیو، بینک خان هفتم نبرد با دیو سپید. اجازه بفرمایید تا با هم بشنویم ادامه حکایت را از زبان پرتوان استاد طوس. می فرماید از آن جایگه تنگ بسته کمر، بیامد پر از کینه و جنگ سر، ابا خویشتن برد اولاد را، همی راند مر رخششون باد را، نیاسود در ره گو نیک خواه، نماینده اولاد بودش به راه، چو رخشن در آمد بدان هفت کوه، بدان نر دیوان گروها گروه، به نزدیک آن غار بیبون رسید، به گردندرش لشکر دیو دید. آن غاری که دیو سپید در آن مأوا داشت، جایگاه دیو سپید بود آن غار.
به اولاد گفتان چه پرسیدمت، همه بر ره راستی دیدمت. یکی کار سخت است دیدر مرا، سزد گر بگویی تو نیک اخترا. کنون چون گه رفتن آمد فراز، مرا راه بنمای و بکشای راز. از اولاد میخواهد تا به او مشاوره بدهد، راهنمایی کند او را چگونه به جنگ اینها بروم. بدو گفت اولاد چون آفتاب، شود گرم دیو اندر آید به خواب. بر ایشان تو پیروز باشی به جنگ، کنون یک زمان کرد باید درنگ. اولاد به پهلوان میگوید دیوها در روز میخوابند، چون آفتاب برآید و هوا گرم شود، غالب اینها چشمشان به خواب میرود و تو بر اینها پیروز توانی شد. پس اکنون اندکی درنگ کن تا آفتاب برآید. بدو گفت اولاد چون آفتاب، شود گرم دیو اندر آید به خواب. بر ایشان تو پیروز باشی به جنگ، کنون یک زمان کرد باید درنگ. ز دیوان نبینی نشسته یکی، جز از جادوان پاسبان اندکی. بدان گه تو پیروز باشی، مگر اگر یار باشد پیروزگر. نکرد ایچ رستم به رفتن شتاب، پند اولاد را به کار میبرد. نکرد ایچ رستم به رفتن شتاب، بدان تا برآمد بلند آفتاب. سر و پای اولاد محکم ببست، به خم کمند آنگهی برد دست. برآهیخت جنگی نهنگ از نیام، شمشیر برمی کشد. اولاد را به درختی می بندد و خود به جنگ دیوان می رود با شمشیر برآهیخته. برآهیخت جنگی نهنگ از نیام، بقرید چون رعد و برگفت نام. میان سپاه اندر آمد چو گرد، سران را به خنجر همی دور کرد. به نیروی او چون نبود تابشان، ز تیغش بماندند در بیم جان. نستاد کس پیش او در به جنگ، نجستند با او یکی نام و ننگ. از آن جایگه سوی دیو سپید، بیامد به کردار تابند شید. به مانند دوزخ یکی غار دید، تن جادو از تیرگی ناپدید. خب در اینجا استاد یک اشاره‌ای می‌کند به اینکه در این غار تاریک دیو سپید برخلاف اسمش هویتش سیاه است. رنگ دیو، رنگ بدن دیو تیره و سیاه است، انقدر سیاه که در آن تاریکی غار نمیشد دیده بشه. این واژگونگی هویت دیو و نام دیو شاید اشاره‌ای بدین داشته باشد که اهریمن همواره واژگونه است.
در داستان اکوان دیو، رزم رستم و اکوان دیو، ما اشاره میبینیم به این ماجرا، آنجا که اکوان رستم را اسیر کرده و نحوه مرگ او را به خود او واگذار میکند، میگوید که چگونه تو را بکشم؟ به دریا بیندازمت یا به کوه؟ از رستم میپرسد. و رستم، در واقع استاد از زبان رستم اشاره میکند که رستم میدانست که کار دیو وارونه است و با خود اندیشید اگر من بگم منو به کوه بینداز منو به دریا میاندازه و اگر بگم منو به دریا بینداز منو به کوه میاندازه، و چنان است که اگر من به صخره های سخت و سنگین کوه برخورد کنم استخوانم نرم می شود، جان سالم به در نتوانم بردن، اما هر آینه در دریا امید این هست که بتوانم شنا کنم و خود را نجات دهم. بنابراین چون می داند که کار دیو واژگون است، به دیو میگوید مبادا به دریا بیندازیم خوراک دل ماهیم سازیم، به کوهم بینداز. در جواب اکوان به او میگوید که منو به دریا ننداز، منو به کوه بنداز، چون میدانست که دیو وارونه عمل میکند و همینطورم میشود در داستان. اکوان او را به دریا میاندازد و رستم نجات پیدا میکند. باری در اینجا هویت دیو را میبینیم که اسم او دیو سپید است اما تن او تیره است. در داستان ضحاک نیز چند بار این صفت ابلیس وارونه، ابلیس واژونه استاد به کار برد و به ما آموخت که اهریمن چگونه است. اهریمن صداقتی در هویت ندارد. هویت اهریمن از دروغ می آید، از راستی بهره ای نبرده. اینجا هم می بینیم دیو سپید تن و بدن تیره ای دارد، موهایش چون شیر به رنگ سپید است اما تن و بدن او به تمامی تیره است. به طوری که رستم وارد غار تاریک می شود توانایی دیدن او را ندارد، دیده نمی شود در آن تاریکی. و از آن جایگه سوی دیو سپید بیامد به کردار تابند شید، به مانند دوزخ یکی قار دید، تن جادو از تیرگی ناپدید. زمانی همی بود در چنگ تیغ، نبود جای دیدار و راه گریغ. چو مژگان بمالید و دیده بشست، در آن غار تاریک چندی بجست، به تاریکی اندر یکی کوه دید، سراسر شده قار از او ناپدید. بنابراین پس از مدتی که چشم رستم به تاریکی عادت می کند، چشم می مالد و مژه می مالد، دیو را می بیند. به تاریکی اندر یکی کوه دید. این تشبیه دیو است به کوه از عظمت هیئت او. به تاریکی اندر یکی کوه دید، سراسر شده غار از او ناپدید، به رنگ شبه روی و چون شیر موی. رنگش به رنگ شبه تاریک و سیاه بود و موهایش به رنگ شیر سفید. به رنگ شبه روی و چون شیر موی، جهان پر ز بالا و پهنای اوی. به قارن درون دید رفته به خواب،
به کشتن نکردی چرستم شتاب. به به، چه آموزه‌ای در اینجاست. دشمن رستم به خواب است، رستم با تیغ در چنگ. زمانی همی بود در چنگ تیغ، بله تیغ به چنگ داشت جهان پهلوان. و اینک دشمن او، بزرگترین دشمن او، آنکه بینایی کاووس و ایرانیان به مرگ او بسته است. در جلسه پیش با هم خواندیم که کاووس به رستم گفت که باید خون دل دیو سپید به چشمان ما چکانده شود تا چشممان بینایی را باز بیابد. چنین گفت فرزان مردی پزشک، که گر خون او را به سان سرشک چکانی سه قطره به چشم اندرون، شود تیرگی پاک با خون برون. حال رستم بر بالین دیو سپید است، دیو به خواب رفته، رستم با شمشیر آخته بر سر اوست، اما او را نمی کشد، در خواب او را تباه نمی کند. این مایه جوانمردی. رستم نامرد نیست، منتهای جوانمردی است. عرض کردم بارها رستم مظهر ملت ایران است و استاد در نهایت زیبایی و ظرافت و خردمندی ملت ایران را برمی کشد. این هویت ملت ایران است، این نماینده ملت ایران است که دشمن را در خواب نمی کشد، با نعره او را بیدار می کند تا مرد و مردانه با او بجنگد. به غار اندرون رید رفته به خواب، به کشتن نکردی چ رستم شتاب. بغرید غریدنی چون پلنگ، چو بیدار شد اندر آمد به جنگ. سوی رستم آمد چو کوهی سیاه، ز آهنش ساعد ز آهن کلاه. بازم در اینجا اشاره است که رنگ دیو سیاه بوده، مانند یک کوه سیاه به جنگ رستم آمد. سوی رستم آمد چو کوهی سیاه، ز آهنش ساعد ز آهن کلاه. یکی آسیا سنگ را در رو بود، به نزدیک رستم در آمد چو دود. از او شد دل پیلتن پرنهیب، بترسید کاید به تنگی نشیب. برا شفت برسان شیر ژیان، یکی تیغ تیزش بزد برمیان. به نیروی رستم ز بالای اوی، بینداخت یک دست و یک پای اوی. بنابراین رستم موفق می شود یک دست و یک پای دیو را قطع کند. به نیروی رستم ز بالای اوی، بینداخت یک دست و یک پای اوی. بریده براویخت با او به هم، دست و پا بریده با رستم می جنگه. بریده براویخت با او به هم، چو پیل سرافراز و شیر دژم. به یک پا بکوشید با نامور، همه غار را کرد زیر و زبر. گرفت آن بر و یال گرد دلیر، که آورد مگر پهلوان را به زیر. در آمد به او رستم نامدار، گرفته برو یال او استوار. همی گوش کندین از آن از این،
این در شاهنامه از آنجا که نبرد داستان زندگی رستم آغاز می شود، نبرد با دیو سپید بزرگترین نبرد اوست و در جاهای دیگر هم می بینیم رستم به این مبارزه همواره مفاخره می کند که من اون کسیم که دیو سپید رو شکست دادم. و اینجا می بینیم که چگونه این دو نیروهاشون با هم برابر است. همی گوشت کندین از آنان از این، همی گل شد از خون سرا سر زمین. به دل گفت رستم گر امروز جان بماند به من زنده ام جاودان. امروز اگر از دست این من شکست نخورم دیگه ایش حریف من نیست. به دل گفت رستم گر امروز جان بماند به من زنده ام جاودان. همیدون به دل گفت دیو سپید، دقیقا دیو هم متقابلا چنین خیالی می کند، تا حال با چنین پهلوانی در نیفتاده، بینه می بیند این یلی که با او دست و پنجه نرم می کند سوای دیگران است. اما خود می گوید اگر از دست این جان سالم به در ببرم می روم دومم را روی کولم می گذارم دیگه کسی من را نمی بیند. همیدون به دل گفت دیو سپید که از جان شیرین شدم ناامید. گریدون که از چنگ این اژدها، اژدها اشاره دیو به رستم است. همیدون به دل گفت دیو سپید که از جان شیرین شدم ناامید. گریدون که از چنگ این اژدها بریده پی و پوست یابم رها. نه مهتر نه که تر ز نام آوران نبینند رویم به مازندران. میرم پیکار خودم، اگر امروز از دست این نرژده ها بتوانم جان سالم به در ببرم. همی گفت از این گونه دیو سپید، همی داد دل را بدین سان نوید. بدین گونه با یکدگر رزم جوی، ز تنها روان بود خوی و خون به جوی. تهمتن به نیروی جان آفرین، بکوشید بسیار با درد و کین. سرانجام از آن کینه و کارزار، بپیچید بر خود یل نامدار. بزد چنگ و برداشتش نرشید، بلند کرد هیکل دیو سپید رو. این جزئیات که استاد در شاهنامه به آن میپردازد، گمان میکنم پیش از این نیز عرض کردم، یک اهمیت ویژه‌ای دارد. در زمان حسن صباه و نیز در زمان شاه اسماعیل صفوی اگر خطا نکنم، افرادی مأمور بودند که به هنگام میدان نبرد این اشعار شاهنامه را به صدای بلند بخوانند برای رزمجویان ایرانی، تا خون همیت در آنها بجوشد، بدانند فرزندان کی هستند، از که نام و نسب و نژاد میبرند. امروز من را نبینید که چنین از اسب افتاده ایم. هر آینه اصل ما بزرگ و بزرگ زاده بوده. به جزئیات استاد اشاره می کند
بزد چنگ و برداشتش نرشید، به گردن براورد و افکند زیر. زدش بر زمین همچو شیر جیان، چنان کس تن وی برون کرد جان. آنچنان این رو بر زمین کوبید که در دم جان به جان آفرین تسلیم کرد. بزد چنگ و برداشتش نرشید، یعنی رستم، به گردن براورد و افکند زیر. زدش بر زمین همچو شیر ژیان، چنان کس تن وی برون کرد جان. فرو برد خنجر دلش بردرید، جگرش از تن تیره بیرون کشید. این همون جگریست که میبایست خونش در چشمان کاووس شاه و ایرانیان ریخته بشود. فرو برد خنجر دلش بردرید، جگرش از تن تیره بیرون کشید. همه غار یک سر تن کشته بود، هیئت بزرگی که این دیو داشت. همه غار یک سر تن کشته بود، جهان همچو دریای خون گشته بود. چو دیوان بدیدند کردار اوی، هزیمت گرفتند از کار اوی. الباقی هم که دیدن رئیسشان این چنین از پای در آمده، دو به خودشون رو کلوشون گذاشتن و در رفتن. چو دیوان بدیدند کردار اوی، هزیمت گرفتند از کار اوی. نماندند یک تن در آن جایگاه، بیامد برون رستم کینخواه. گشاد از میان آن کیانی کمر، برون کرد خفتان و جوشن زبر. زبهر نیایش سر و تن بشست، یکی پاک جای پرستش بجست. اینک نماز شکرانه می خواهد به جای، بیاورد تهمتر ما. از آن پس نهاد از بر خاک سر، چنین گفت که داور دادگر. زهر بد توی بندگان را پناه، تو دادی مرا گردی و دستگاه. توانایی و مردی و فر و زور، همه کامم از گردش ماه و هور. تو بخشیدی ار نزد خود خارتر، نبینم بگیتی یکی زاغتر. و این خیلی قابل تأمل است. رستم سپاس یزدان پاک را به جای می آورد و می گوید که من می دانم که به خودی خود هیچ نیستم. تو بودی، تو خواستی، تو کردی، سپاس از تو دارم. غم و اندوه و رنج و تیمار و درد، زنیک و زبد، هرچه آید به مرد. کمی و فزونی و نیکختری، بلندی و پستی و کنداوری. زداد تو بینم همه هرچه هست، دگر کس ندارد در این کار دست. زداد تو هر ذره مهری شود، ز فرت پشیزی سپهری شود. این کلام رو ما بعدها از دهان دیگر شعرا و ادبای ایران زمین بسیار میبینیم. ستایش چو کردان یل سرفراز،
به تن باز پوشید هر گونه ساز، بیامد ز اولاد بکشاد بند، به فتراک بستان کیانی کمند. به اولاد دادان کشیده جگر، سوی شاه کاووس بنهاد سر. بدو گفت اولاد کی نر شیر، جهان را به تیغ آوریدی به زیر. احسنت، گفتن اولاد است. تو جهان رو فتح کردی با کشتن دیو سپید. بدو گفت اولاد کی نر شیر، جهان را به تیغ آوریدی به زیر. به ما زندران کس نباشد دگر، که پرخاش جوید ز تو نام بر. به هر کار باشی تو پیروز بخت، سزاوار هستی تو بر تاج و تخت. سزد گر ببینی یکی کار من، کجا با تو بود راست گفتار من. نشانهای بند تو دارد تنم، به زیر کمندت همی بشکنم. به چیزی که دادی دلم را نوید، همی باز خواهد نویدم امید. در جلسه پیش دیدیم هنگامی که رستم اولاد را میگیرد، به او میگوید که بلد راه من باش، کم و خم و کم و زیاده این راه را به من نشان بده، و اگر با من راستی پیشه کنی، من این تاج و تخت مازندران را بگردانم از شاه مازندران، از او میگیرم و به تو میدم، تو رو شاه مازندران میکنم اگر با من راستی پیشه کنی. عینک که کار به سرمنزل مقصود رسیده است، اولاد قول تهمتن را به یاد او می آورد و می گوید تو به من نوید داده بودی که پس از انجام این کار پادشاهی مازندران را به من ببخشی. الوعد وفا. به چیزی که دادی دلم را نوید، همی باز خواهد نویدم امید. به پیمان شکستن نه اندر خوری، کشکیر ژیانی و کیمنظری. بدو گفت رستم که مازندران سپارم به تو از کران تا کران. یکی کار پیش از تو رنج دراز، که هم با نشیب است و هم با فراز. همی شاه مازندران را زگاه، بباید ربودن فکندن به چاه. سر دیو جادو هزاران هزار، بیفکند باید به خنجر زبار. و از آن پس مگر خاک را بسپرم، وگر نزد پیمان تو نگذرم. تو را زین سپس بی نیازی دهم، به مازندران سرفرازی دهم. رستم هم میگوید من بر سر وعده هستم، و واقعا هم چنین میشود. در انتهای داستان وقتی که رستم و سپاه ایران بر شاه مازندران چیره می شوند، جهان پهلوان در بارگاه کاووس از شاه می خواهد که اولاد را شاه مازندران کند، و کاووس نیز می پذیرد. حالا اینجا این داستان بد نیست، در همینجا یک اشاره هم عرض کردم. به غیر از این داستان هفت خان رستم، در شاهنامه یک هفت خان دیگر هم وجود دارد، و آن هفت خان اسفندیار است، که بسیار بعدتر از این داستان در داستان اسفندیار به آن میرسیم. اسفندیار برای نجات خواهران در بندش
برجاسب شاه تورانی به ایران حمله آورده، خواهران اسفندیار را برده در رویندژ اسیر کرده و گشتاسب اسفندیار را میفرستد که برو و خواهران را نجات بده. اسفندیار نیز چون رستم در راه نجات خواهران خود از هفت خان میگذرد، با اندک تفاوتی در ماهیت. اسفندیار از ابتدای راه شخصی به اسم گرگسار را در کنار خود دارد که بلد راه اوست و کم و زیادها را به او میگوید و به او مشاوره و راه نمایی میدهد. او نیز به گرگسار وعده ها کرده که پس از موفقیت چنین میکنم و چنان میکنم، اما هر آینه در خانه هفتم خلف وعده میکند و گرگسار را میکشد. این تفاوت هایی است که ما بین رستم و اسفندیار میبینیم. پیش از این در داستان رستم و اسفندیار به جزئیات بدان پرداختیم که رستم به هیچ روی یک پهلوان دینی و ایدئولوژیک نیست. در عین خداشناسی رابطه او با یزدان پاک بیواسطه است، چنان که دیدیم به عنوان نمونه پس از غلبه بر دیو سپید سر و تن می شوید، با پروردگار به نیایش می نشیند. هر آینه اسفندیار جوانی است که به قول مولانا تیغ از پی حق می زده. یک پهلوان دینی است. باری اجازه بفرمایید تا از مطلب دور نشویم و این داستان هفت خان رو به اتمام برسانیم. پس رستم در اینجا تاکید میکند که من بر سر پیمان هستم مگر اینکه بمیرم که نتوانم آن پیمان را عملی کنم، و از آن پس مگر خاک را بسپرم، یعنی مگر اینکه بمیرم، و از آن پس مگر خاک را بسپرم وگر نز پیمان تو نگذرم. تو را از این سپس بی نیازی دهم، به مازندران سرفرازی دهم. از آن سو دو چشم بزرگان به راه، که کی باز گردد یل رزم خواه. حالا همه ایرانیان چشم انتظاره اینان که این جهان پهلوان آیا از این سفر بر می گردد؟ آیا می آورد جگر دیو سپید را و ما را بینا کند؟ آیا می تواند بر دیو سپید چیره شود؟ ایرانیان و همراه کاووس کی که در بند هستند منتظرند. از آن سود و چشم بزرگان به راه، که کی باز گردد یل رزم خواه. به پیروزی از رزم آن دیو نر، به خنجر زیالش جدا کرده سر. رسید آنگهی نزد کاووس کی، گوه پهلوان شیر فرخنده پی. به شادی برآمد ز گردان فقان، که آمد سپهدار روشن روان. ستایش کنانش دویدند پیش، بر او آفرین بود زندازه بیش. چنین گفت رستم خطاب به شاه، چنین گفت که ای شاه دانش پذیر، به مرگ بداندیش رامش پذیر. دریدم جگرگاه دیو سپید، ندارد بدو شاه زین پس امید. ز پهلوش بیرون کشیدم جگر، چه فرمان دهد شاه پیروزگر. بر او
آفرین خواند کاووس شاه، که بی تو مبادا کلاه و سپاه. بران مام کو چون تو فرزند زاد، نشاید جز از آفرین کرد یاد. هزار آفرین باد بر زال زر، ابر مرز زابل سراسر دگر. که چون تو دلیری پدید آورید، همانا که چون تو زمانه ندید. آفرین بر پدر و مادر تو، بر مادری که چون تو فرزند زایید، بر پدری که چون تو فرزندی را به عرصه رسانید. اما من از هر دوی اینها خوشبخترم، مرا بخت از این هر دو فرخ‌تر است، که پیل هژبروژنم کهتر است. چون تو پهلوانی در خدمت منه، چه مایه احساس سعادتمندی من میکنم. مرا بخت از این هر دو فرخ‌تر است، که پیل هژبروژنم کهتر است. چو از آفرینش بپرداخت کی، چنین گفت کی گرد فرخنده پی. کنون خونش آور تو در چشم من، همان نیز در چشم این انجمن. مگر باز بینیم دیدار تو، که بادا جهان آفرین یار تو. به چشمش چون در کشیدند خون، شد آن دیده تیره خورشید گون. همان در زمان رستم پرهنر، کشیدند در ایشان ز خون جگر. همه دیده هاشان بشد روشنا، جهانی بشد سر به سر گلشنا. نهادند زیر اندرش تخت آج، برآویختند از بر آج تاج. نشست از بر تخت مازندران، ابا رستم و نام بر مهتران. چو توس و چو گودرز کشواد و گیو، چو رهام و گرگین و بهرام نیو. بدین گونه یک هفته با رود و می، همی رامش آراست کاووس کی. باری و بدین ترتیب داستان هفت خان به پایان میرسد. ادامه داستان برمیگردد به رزم کاووس و ایرانیان با شاه مازندران، که اگر اجازه بفرمایید پرونده داستان هفت خان را در همین جا ببندیم. با سپاس از این که چون همیشه مهر کردید و به پای این برنامه نشستید، و با آرزوی تندرستی و شادکامی و پیروزی یکایک شما عزیزان، همه شما نازنینان را به ایزد منان می سپارم. تا دیداری دیگر، درود و دوصد بدرود و پاینده ایران.